سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز بهتون میخوام بگم که فرق آسپیلدونگ با تحصیلات دانشگاهی دقیقا چی هستش. شاید قبلا شما هم یه سری چیزای جنرال مثل این که اگه تحصیلات دانشگاهی داشته باشی درآمد بیشتری داری یا نمیدونم راحت تره، اگه آسپیلدونگ بری نمیدونم تو دوره ای که یاد میگیری پول هم دریافت میکنی، حقوق میگیری و یه چیزای دیگه که به صورت جنرال هممون شنیدیم. اما امروز میخوام با دیتیل کامل، با جزئیات کامل بریم ببینیم این دوتا دقیقا چی هستن، هر کدوم برای چه کسایی مناسبتر هستن. شاید اصلا آسپیلدونگ برای شما خیلی بهتره، یا اگه آسپیلدونگ بریم برای شما یه مسیر اشتباهی، باید حتما تحصیلات دانشگاهی رو ادامه بدین. امروز میخوایم اینا رو بفهمیم. بریم که شروع کنیم. اولین چیزی که امروز قراره با هم بررسی کنیم اینه که تفاوت این دوتا چی هستش، چه نیازمندی هایی دارن برای اینکه این دوتا وارد این دوتا شاخه بشین، آسپیلدونگ و اشتودیوم، و بزرگترین تفاوت این دو مسیر چی هستش، در آینده چه کارهایی میتونید از این دو مسیر برسین، چقدر حقوق میتونید دریافت کنین، چه نیازمندی هایی داره و کلی چیز دیگه. خب آسپیلدونگ که توی انگلیسی بهش vocational training هم میگن، در واقع هدفش اینه که به شما یه مدرک حرفه‌ای توی یه حرفه‌ای رو بده. اما اکادمیک ترینینگ که توی آلمانی بهش میگن اشتودیوم، حالا چند نوع اشتودیوم داریم، دوال اشتودیوم داریم، دوال ترینینگ داریم و اینا رو بعدا توضیح میدم، حالا چند دقیقه دیگه. هدفش اینه که به شما یه مدرک دانشگاهی بده. خب آسپیلدونگ، بیشتر چیزی که در مورد آسپیلدونگ ممکنه بشنوین دوال ترینینگ هستش. دوال ترینینگ چند تا معنی داره. معنی اصلش اینه که شما در کنار حرفه‌ای که دارین یاد میگیرین، هم به صورت تئوری اون رو یاد میگیرین، هم به صورت عملی. توی آسپیلدونگ شرکت‌ها با آموزشگاه‌ها یا همون اسکول‌ها با هم کار می‌کنن. شما بخش تئوری یه حرفه‌ای رو توی اسکول یا آموزشگاه یاد می‌گیرین و بخش عملیش رو می‌رین با یه شرکتی که اون آموزشگاه باهاش قرارداد داره و داره همکاری می‌کنه، اونجا یاد می‌گیرین. به همین خاطر هستش که بیشتر آسپیلدونگ‌ها وقتی مثلا تو اون شرکت کار می‌کنی یه حقوقی هم بهتون میده که زندگیتون رو می‌تونین ساپورت کنین تا وقتی که تو آسپیلدونگ دارین یاد می‌گیرین. و وقتی هم که آسپیلدونگ رو تموم می‌کنین یه مدرکی بهتون میدن که تو آلمانی بهش میگن گزلم بریف، اگه اشتباه تلفظ نکنم، یه سرتیفیکیتی که نشون میده شما اون دوره رو تموم کردین که باهاش میتونی کار کنی. اما این آسپیلدونگ برای چه کسایی مناسبه؟ برای کسایی که نمیتونن درس بخونن یا نمیخوان درس بخونن. یعنی چی؟ خب برای عده که مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم ندارن تو آلمان، حالا کشورهای خارجی، برای ایرانی ها فکر نکنم ممکن باشه بدون دیپلم بیان و آسپیلدونگ بگذرونن، حالا اونم چک میکنیم. ولی برای اونایی که تو آلمان هستن و مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی نگرفتن و درس نخوندن، میتونن برای آسپیلدونگ اپلای کنن، برن و دورهشو بگذرونن و توی اون حرفه فعالیت کنن و کار کنن و برای این افراد مناسبه. و یه عده‌ام که کلا شاید اصلا لیسانس هم دارن ولی دوست ندارن دیگه برن دانشگاه و درس بخونن، حوصله امتحان و درس اینا رو ندارن، خب برای اونم آسپیلدونگ خیلی مناسبه، میتونن برن تو این زمینه بخونن و تقریبا همه رشته‌ها رو داره دیگه آسپیلدونگ، اینو میدونین. اما خب مدرک دانشگاهی که تو اینجا بهش اشتودیوم میگن متفاوت‌تر از آسپیلدونگ. شما بیشتر تئوری یاد میگیرین توی دانشگاه، عین توی ایران که داریم، و نمیخوام زیاد توضیحاتش رو بگم. و چند نوع دانشگاه توی آلمان هست، یکیش یونیورسیتی هستش، یکیش اپلاید ساینس هستش که بهش میگن فاخوخشوله، آرت کالج هستش که همون دانشگاه هنره که تو ایران هم داریم، تقریبا شبیه ایرانه و میتونه چند نوع باشه، فول تایم باشه، پارت تایم باشه، دوال استودیوم باشه و دیستنس لرنینگ باشه که همون میشه آنلاین، که اخیرا خیلی بعد کرونا محبوب شده این آنلاینه، که من الان دارم فول تایم میخونم، فول تایم استودیومه. دوال استودیوم برای یک کسای دیگه به درد میخوره و توی آلمان بیشتر فول تایم و پارت تایم دانشجو درس میخونن که پارت تایم دو برابر طول میکشه. پارت تایم هم برای اونایی که سر کار میرن و کنارش میخوان یه درسی هم بخونن و مدرک ارشدی بگیرن، اینا خیلی کاربرد داره. اما چه نیازمندی هایی این دوتا شاخه دارن؟ یعنی برای اینکه به آسپیلدونگ بریم چه نیازمندی‌هایی لازمه و برای اینکه به دانشگاه بریم چه نیازمندی‌هایی لازمه و تفاوتشون چیه؟ برای دانشگاه خب شما قطعاً به مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی ایران که توی آلمان میشه HZB Higher Education Entrance Qualification نیاز داریم، یعنی اجباریه، اینو نداشته باشی نمیتونید لیسانس بخونید. برای ارشد هم که خب مدرک لیسانس لازم داره، که برای آسپیلدونگ این مدرک اجباری نیست. یعنی طبق قانون برای اینکه آسپیلدونگ برید هیچ مدرکی، هیچ چیزی لازم ندارید. دومین چیز مهارت‌های زبانی هستش که برای دانشگاه هم آلمانی ارائه میشه هم انگلیسی. هر کدوم از مثلا کورس من انگلیسیه، فقط انگلیسی بلدم، آلمانی بلد نیستم. ولی برای آسپیلدونگ
99.99% من تا حالا آسپیلدونگ انگلیسی کامل باشه ندیدم، شاید شما پیدا کنید. آلمانی میخواد و سطح زبان آلمانی حداقل B2 باید داشته باشیم برای اکثر آسپیلدونگ ها، برای بعضی آسپیلدونگ ها C1 میخواد، حالا بستگی داره. مثلا بورز مراقبت آسپیلدونگ داره، مدرک زبان C1 C2 میخوام برای بورز مراقبت، ولی من اصلا برای پرستاری B2 میخوام معمولا. حالا یه دوره شده بود B1 ولی دوباره B2 میخوان اکثرا. سومین تفاوت نیازمندیاشون اپلای کردنشونه که متفاوته. برای دانشگاه شما باید از طریق سایت هایی مثل یونی اسیس و یه سری سایت دیگه که قبلا ویدیو ساختم در موردشون که چجوری رشته رو پیدا کنین و اپلای کنین. معمولا اپلیکیشن فی داره، باید براشون اپلای کنین. کلی ریکوایرمنتس داره دانشگاه، برای هر دانشگاه با دانشگاهی فرق میکنه. یه دانشگاهی میخواد آزمون ورودی میگیره ازتون و کلی چیزای دیگه که توی آسپیلدونگ اینقدر سخت نیستش. الانم توی وبسایتی دیدم که نوشته you can't do vocational training in English، کلاً آسپیلدونگ به انگلیسی نمیتونه انجام بدین، هم اینجا نوشته. و همچنین نوشته که برای اینکه آسپیلدونگ اپلای کنین، دانشگاه رو کی گفتم چطور اپلای کنین، برای آسپیلدونگ میگه برای اون کمپانی که میخوای براش کار کنی، برای شرکتی که برایش میخوای کار کنی، تو اون زمینه میخوای کار کنی، برای اونا اپلای میکنی مستقیم. مثلا شرکت ها رو پیدا میکنی، یا مثلا ممکن شرکت نباشه، رستوران باشه، مثلا میخوای سرآشپز بشی، بعضی رستوران خوب ارائه میدن آموزش سرآشپز دارن، آسپیلدونگ سرآشپزی ارائه میدن، برای اونا مستقیم اپلای میکنی، نیازی نیست مثلا سایت دانشگاهی بری، نمیدونم سایت خاصی بری، همونا رو یکی یکی باید پیدا کنی. شاید بیشتر طول بکشه، مثلا 30 تا 40 تا اینجوری پیدا کنی و یکی یکی براشون اپلای کنی، ولی راه حلش همینه، باید پیدا کنی براشون یکی یکی اپلای کنی و کیستو بررسی میکنن، اگه خواستن قبول میکنن. اما امتحان گرفتن تو این دوتا شاخت به چه شکل هستش؟ برای دانشگاه ها بسته به این که داره که اینه تو ایران دیگه رشتتون چی باشه و دانشگاه با دانشگاه قوانینش فرق میکنه. اینجا ممکنه یه دانشگاهی خیلی سختگیرتر باشه، استاداش سختگیرتر باشن، یه دانشگاه دیگه خیلی راحت بگیره، امتحاناش راحت باشن، و خیلی بستگی به رشتتون داره و قوانین خیلی با دانشگاه با دانشگاه خیلی فرق میکنه. اما برای آسپیلدونگ میشه گفت اکثرشون، نه نمیتونم بگم همشون، ولی اکثرشون قوانین ثابتی دارن و یه سری همون اول کار بهتون میگن که این انتظارات از شما داریم که اینا رو تو این دوره یه ساله دو ساله یاد بگیرین و این تحویل ما بدین. چون و عملی یادتون میدن توی شرکت کار سختی نیست، تقریبا خروجیش 100%. وقتی یه چیزی میخواین یاد بگیرین، خب تئوریشو بهتون میگن، عملیش هم بهتون میگن و طبیعتا خیلی خوب یاد میگیرین و استرس این نداری که وای امتحان دارم باید بخونم، وای پروژه باید انجام دارم، اینا رو تو آسپیلدونگ اصلا نداری. برای همینه که میشه گفت آسونتر از گرفتن مدرک دانشگاهی هستش. اما طول بازه تحصیلی با آسپیلدونگ هم فرق میکنه. خب طبیعتا اگه لیسانس بخونید که این ایران لیسانس اینجا 4 ساله است، ارشد 2 ساله است، دکترا 4 ساله 5 ساله است، اما آسپیلدونگ کوتاه‌تره، خیلی کوتاه‌تره. حالا اگه تحصیلی بخونید بستگی داره چقدر ادامه بدید، که اگه به لیسانس بسنده کنید 4 سال دیگه، مینیمومش 4 ساله. اینجا کاردانی ندارن که مثلا بگین من 2 سال کاردانی میخونم بگم مدرک کاردانی دارم، ولی تو ایران میشد. اما طول دوره آسپیلدونگ بین 1 تا 3.5 سال معمولا، و بستگی داره که چه آسپیلدونگی دارین میگذرونین، و به صورت میانگین اکثرشون 2 ساله هستش، مثل پرستاری، مثل نجاری، مثل خیلی رشته‌های دیگه. و اینم بگم اگه مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی داشته باشین طول دوره کوتاه‌تر میشه، یه سری از سرتیفیکیت‌ها رو تون زمینه داشته باشین طول دورتون کوتاه‌تر میشه. به عنوان مثال اگه پرستاری رو بدون هیچ چیزی اینجا مثلا هیچ مدرکی نداشته باشی حتی دیپلم شروع کنی، پرستاری ممکنه مثلا برای تو 3 سال و نیم طول بکشه، ولی مثلا برای یک کسی که از ایران اومده مدرک لیسانس پرستاری داره، کلی سابقه کار داره، نمیدونم سرتیفیکیت داره، مهارت داره، برای ممکنه فقط 1 سال طول بکشه. فقط پس فرق میکنه برای یه رشته ثابت برای دو شخص متفاوت، و اینکه کجا اون دوره هم بگذرونه تاثیر داره. اما درآمدی که حین تحصیل تو این دو تا شاخه میتونید داشته باشید بازم متفاوته. اگه تحصیلات دانشگاهی رو ادامه بدید طبیعتا هیچ درآمدی ندارید، دانشگاه به شما هیچ پولی نمیده، حالا هر ترم یه سمستر فی هم از شما میگیره، البته که شهریه نداشته باشید. برخی ایالت‌های آلمان شهریه دارن، مثل بادن وورتمبرگ، دانشگاه اشتوتگارت که میانگین 1500 یورو ترمی باید شهریه بدین، بعد دانشگاه دیگه که شهریه ندارن سمستر فی دارن. برای دانشگاه ما 329 یورو که برای همه دانشگاه توی نوردراین وستفالن یکیه، بستگی داره که کدوم ایالت باشین این مبلغ سمستر فی. ولی برای اونایی که آلمانی ان اصالتا مثل ما خارجی و اینترنشنال نیستن میتونن برای بافوک اپلای کنن. بافوک یه نوع وامیه که
دولت، یک کمک هزینه که دولت میده و ماهیانه حدود 1000 یورو به شما تعلق میگیره، ماه 1000 یورو بهتون میده تا درستون تموم بشه. بعد اینکه درستون مثلا 4 ساله لیسانس تموم میشه، نصف اون پولو توی مثلا بازه نمیدونم 6 ساله 10 ساله میتونید پس بدید، قسط‌بندی کنید، اون پولو نصفشو تازه دولت پس میگیره بعد اینکه سر کار رفتید، که خیلی خوبه، ما نمیتونیم بگیریم متاسفانه، پناهنده و آلمانی ها میتونن بگیرن. اما آسپیلدونگ اینجا یه مزیت خیلی بزرگ نسبت به تحصیلات دانشگاهی داره، اونم اینه که همونطور که اول ویدیو گفتم، چون شما تئوری توی آموزشگاه یا اسکول یاد میگیرین و عملی رو توی یه شرکتی که تو اون زمینه داره کار میکنه یاد میگیرین، اون شرکت به ازای کاری که ساعت کاری که اونجا میگذرونی براشون کار میکنی به شما حقوق میده. بستگی داره که رشتهتون چی باشه، حقوقا متفاوت. ممکنه شما ماهی 400-500 یورو حقوق بگیرین تو دوره آسپیلدونگتون، ممکنه 1500-1600 یورو تو اون دوره آسپیلدونگ ماهیانه پول بگیرین. برای هم میگم خیلی متفاوته. حالا تو رشته‌ای که میرین بیشتر تحقیق کنین، اینترنت پر منابع هستش و طبیعتاً یه مزایای خیلی بزرگه برای اونایی که آسپیلدونگ میرن. اما فرصت‌های کاری، کدوم یک از این دوتا گروه میتونن راحت‌تر کار پیدا کنن، حقوق بالاتری داشته باشن و غیره؟ باید بهتون بگم که برخلاف تصور بیشتر عوام یا مردم، اونایی که فکر میکنن اونایی که مدرک دانشگاهی دارن زودتر کار پیدا میکنن و زودتر وارد بازار کار میشن، برعکس، بیشتر اونایی که آسپیلدونگ میرن تو هم شرکتی که آسپیلدونگ رو گذروندن معمولا مشغول به کار میشن و همونجا زودتر کار پیدا میکنن و ادامه میدن همون کارو و نیازی نیست دنبال کار بگردن. و دانشگاه تموم میکنی ماها باید دنبال کار بگردی، حالا کار پیدا کنی نکنی، شرکت استخدام داشته باشن نداشته باشن، کلی دردسر دیگه داره. ولی از اون طرف اگه مدارک دانشگاهی داشته باشی، مثلا مهندسی رو من مثال میزنم، مدرک ارشد مهندسی داشته باشی و با اون مدرک مهندسیت استخدام بشی، حقوقت نسبت به کسی که مثلا تو همون رشته تو آسپیلدونگ گذرونده طبیعتا خیلی بیشتره. مثلا نمیگه حالا خیلی بیشتر، تو آلمان شاید تو ذهنتون بریم مثلا 20000 یورو بیشتره، نه مثلا 5000 یورو بیشتره سالیانه، تو قرارداد سالیانه. مثلا من ارشد خوندم، قرارداد سالیانه میشه 40000 یورو تو رشته خودم، یکی که تو رشته من آسپیلدونگ گذرونده میشه مثلا 35000 یورو. این اختلافی است که هر چقدر سابقه کار بره بالا، خب این اختلاف هم میره بالا. مثلا شاید 10 سال دیگه قرارداد من نوعی بشه 80000 تا، مال اون میشه 60000 تا. مثلا اینجوری اختلاف بیشتر میشه اون. و اینم یکی از مزایای تحصیلات دانشگاهی. اصلی ترین تفاوت‌های این دوتا زمینه رو بهتون گفتم، چه مزایایی دارن چه معایبی دارن. اگه چیزی از قلم افتاده شما زیر ویدیو کامنت کنین تا بقیه هم اینو بفهمن، یا اگه لینک و سایتی میشناسین زیر این ویدیو کامنت کنین که بقیه هم بدونن و استفاده کنن. اگه سوالی هم در این مورد داشتین حتما بپرسین. این ویدیو رو توی نظرسنجی خواسته بودیم درست کنم و درست کردم، امیدوارم به دردتون خورده باشه، یه اوورویو یه دید کلی نسبت به این دوتا زمینه بهتون داده باشه و بتونید انتخاب کنین و بیاین آلمان. امیدوارم زودی اینجا ببینمتون. همتون رو دوستتون دارم. خداحافظ.